دوستان گرامی، عزیزان جان، همراهان بسیار بزرگوار، خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. میخوام چند تا حرکت به شما آموزش بدیم که یه ذره تحرکش و جنب و جوشش بیشتره. این حرکت ها با 5 تا شمارش انجام میشه که شما قسمت اولش 1 2 3، قسمت دومش 4 5. پس باز همون نوانس قبلی، 1 2 3 4 5. حالا با پاها نشون بدم این رو، با پاها نشون بدم، میایم روی پنجه، میشه 1 2 3. دقت میکنید؟ ببینید، میایم روی پنجه، 1 2 3، خیلی راحته، 1 2 3. دوباره انجام میدم، میایم روی پنجه، 1 2 3. باز هم مجددن، 1 2 3. حالا قسم بند دومش چجوریه؟ بند دومش انجام میدم بعد بهتون توضیح میدم. 1 2 3 4 5. حالا بند دوم رو توضیح میدم به شما. بند دوم، میایید روی پنجه، پا رو میارید جلو تقریبا در یک زاویه 25 درجه از سطح زمین. میتونید پرش داشته باشید، راحت باشید، میتونید نداشته باشید، خیلی راحت روی پنجه که هستید با یه پرش کوتاه پاتون رو جمع میکنید، با یه پرش کوتاه یا لیلی بهش میاسترن، لی میبندیم، لی باز میکنیم، یه لیلی انجام میدیم، تموم میشه حرکت ما. یعنی کلا اینه، لی اما با پرش، لی. حالا این پایی که جمع میشه دقیقاً، ببین، یک قوسی داره پا و یک برآمدگی زانو داره، این قوس و برآمدگی با هم دیگه چفت میشن خیلی راحت. و سعی کنید پنجتون رو کشیده نگه دارید، از این کار اجتناب کنید، از این کار اجتناب کنید، حتما پنجه کشیده است، نذارید پا اینجا قرار بگیره یا اینجا قرار بگیره یا باز باشه، حتما کنار زانو چفت میشه. پس یک بار دیگه از همین حرکت 4 و 5 شروع میکنیم. مستقیم وایسید، پای راستتون رو بیارید جلو در یک زاویه 25 درجه، میریم 1 2، 1 2، 1 2، یا به عبارتی همون 4 5 توی شمارشمون، 4 5، با پای چپ 4 5، 4 5، 4 5. حالا بیاید این کار رو، باز هم بهتون تاکید میکنم، ویدیو رو نگه دارید، خودتون تمرین کنید تا این تو بدنتون جا افتاده بشه. لزومی نداره پا به پای من سری تون تون بیاید جلو، نگه دارید، من اینکه وقت شما عزیزان گرفته نشه ویدیو رو کوتاه کردیم. باز پای راستتون رو بیاید جلو، این بار میخواییم رو پنجه انجام بدیم، 1 2، 1 2، یا همون 4 5، 4 5، 4 5، پای چپ 3 4، 4 5، 4 5، 4 5، 4 5. حالا این پاها رو با زاویه انجام میدیم، خیلی راحته. وقتی میخوایم به سمت راست با تمایل 45 درجه این حرکت رو انجام بدیم، پای چپ، و وقتی میخوایم به سمت چپ با تمایل 45 درجه با پای راست، پاهامون با جهت هامون عکس. تصور کنید توی یک مربع قرار دارید، توی زاویه اون مثلا گوشه مربع میشه زوایای شما. حالا میریم رو پنجه، با پای چپ میخوایم طرف راست رو بزنیم، 4 5، 4 5، 4 5، 4 5. این کار رو هم میتونید بکنید، اشکالی هم نداره، کسی تصور نداره که شما مثل رقصنده های حرفه این حرکت رو انجام بدید، انتظاری از شما نمیره. 4 5، 4 5، 4 5، 4 5. خوبه.
حالا میخوایم این دو تا رو با هم دیگه قاطی کنیم، هم 1 2 3 4 5 رو با هم دیگه قاطی کنیم. خیلی راحت میرونیم رو پنجه، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3. دیگه زاویه‌مون تغییر کرد، 4 5. دقت کنید، 1 2 3، زاویه‌مون تغییر کرد، 4 5. شما نمیتونی بگی 1 2 3 4 5، 1 2 3 4، نه. توی 1 و 2 3 دیگه شما زاویه تغییر کرد، 4 5. 1 2 3 4 5. بازم توی 1 2 3 به هیچ وجه زانومون کج نمی شود. حالا دستی که برای شما در نظر گرفتیم، دست های بسیار مختلف و بسیار متنوع برای این حرکت وجود داره. دستی که برای شما در نظر گرفتیم همون دستی است که توی سوزمر یادتون میاد، اگر در ویدیوهای قبلی‌تر ما انجام دادیم این حرکت رو، همون دست. چجوری انجام میدیم؟ 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. خب حالا با موسیقی این حرکت رو انجام میدیم. هفت، هشت،